سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری است، اما بر طبق همین قانون دیگر مذاهب نیز دارای احترام کامل می‌باشند. با وجود اینکه مذاهب زرتشتی، مسیحی و یهودی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدند، اما هستند بسیاری که به دلیل اعتقاداتشان به حبس‌های طولانی یا اعدام محکوم می‌شوند. اقدامات حکومت ایران فضایی تهدید کننده برای مذاهب و پیروان غیرشیعی ایجاد کرده است، از جمله برای آیین بهائیان، دراویش و برای مذاهبی چون مسیحیان و یهودیان. جمهوری اسلامی مانع از تحصیل و انجام فعالیت‌های مذهبی بهائیان می‌شود و برخی از رهبران آنها را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران به ویژه در طول چند سال گذشته از سوی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر محکوم شده است. سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا و بریتانیا و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از جمله نهادها و اشخاصی هستند که تداوم ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را تایید و آن را محکوم کردند. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در لندن و به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. خانم ثابتی، سوال اول من در مورد فشارهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و به ویژه بهائیان هست در ایران. همینطور که می‌دونید فشارها افزایش پیدا کرده و این فشارها در دوره آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید. من می‌خواستم عملکرد جامعه بین‌المللی بهائیان رو نسبت به افزایش روند فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و به خصوص بهائیان بدونم. با عرض سلام به شما و بینندگان تلویزیون ایران فردا، اولا تشکر میکنم که از من دعوت کردید و در اینجا باشم. با کمال میل، عملکرد جامعه جهانی بهائی در رابطه با خشونت ایران، با جامعه بهائیان ایران، در وهله اول به صورتی بود که میخواستن این مسئله در خود ایران و با رجوع افراد جامعه بهائی ایران به مراکز دولتی رفع بشه. یعنی بهائیان ایران تمام سعیشون رو کردن به مراکز دولتی و قانونی حقوقی رجوع کردن و خواستار عدالت بودن. متاسفانه بر اساس دو عامل، یکی اینکه اولا قانون اساسی ایران دیانت بهائی رو به رسمیت نمیشناسه و در اثر مشاهده تعصبات و رفتارهای ناروای مسئولین دولت، جامعه بهائی تصمیم گرفت که این رو در سطح بین المللی مطرح کنه و از سازمانهای مدنی و حقوقی، سازمان ملل متحد و افراد جامعه کمک بخواد تا جامعه بهائی ایران بتونه از خودش دفاع بکنه. بر همین در هر حال یکی از کارهایی که جامعه بهائی انجام میده جمع‌آوری اسناد و پرونده هست که نشون میده که تا چه حد جامعه بهائی در زیر فشار هست و این اسناد بسیار معتبر هست. جامعه بهائی اعتبارش به این هستش که تمام این اسناد رو با کوشش تمام، با اینکه تماس با ایران بسیار مشکل هست، تهیه میکنه و از این نظر به بهائیان اعتماد دارد. در وهله دوم اونها خواستار هستن از این سازمان ها که از طرف جامعه بهائیان ایران صحبت بکنن و خواهان عدالت و برابری و دادن حق بهائیان باشن. اشاره کردید به در واقع مراجعه جامعه بهائی به سازمان‌ها و نهادهای قضایی و حقوقی داخلی. به طور مشخص میتونید این بحث رو بازتر کنید که این شامل چه اقداماتی بوده که انجام شده و به نتیجه نرسیده؟
قبل از دستگیری گروه 7 نفره، یعنی رهبران جامعه باهایی که به عنوان یاران شناخته میشن، به هر حال اینها به نمایندگی از جامعه باهایی به مراکز حقوقی دولتی و حتی روحانیون مراجعه کردند و مشکلات جامعه باهایی رو با اونها در میون گذاشتن. البته گروهی از افراد هستن، چون قشرهای مختلفی در دولت ایران وجود داره، گروهی هستن که حتی همدردی هم کردند، ولی متاسفانه اون اقشار بنیانگرا و افراطی تأثیرشون غلبه کرده و متاسفانه این خشونت ها بر علیه جامعه باهایی ادامه داشت و درخواست اونها به نتیجه نرسید. در واقع همونطور که خودتونم مستحضر هستین، در چند سال اخیر فشار بر بهائیان افزایش پیدا کرده. سازمان بین‌المللی دفاع از بهائیان بارها بیانیه داده، محکوم کرده، اما آیا اقدام مشخصی در جهت فشار به حکومت ایران هم انجام داده؟ اقدامشون منعکس شده در اعلامیه‌ها، بیانیه‌هایی که به خصوص سازمان ملل متحد صادر کرده و مراتب اذیت و آزار دقیقاً در اینها اومده، در تمام این بیانیه‌ها اومده و این نشون میده که نورافکن بر روی عملیات دولت ایران هست و جامعه بین‌المللی آگاهی داره که دقیقاً به سر بهائی‌ها در ایران چه بلایی دارن میارن و این خودش یه عامل مؤثر هست. به گفته صاحب نظران در رشته حقوق بشر، اونها معتقدند که اگر این فشارها نبود وضعیت جامعه بهائی ایران از این هم وخیم‌تر می‌شد. برای همین در حقیقت خط مش این هست که دولت ایران بدونه که نمیتونه به طور پنهانی این جامعه رو سرکوب بکنه و جامعه جهانی چشمش به ایران هست و بررسی میکنه پرونده بهائی‌ها رو از هر نظر. جامعه، همونطور که خودتونم اشاره کردید، جامعه بین‌المللی بهائیان در مقاطع مختلف که فشارها در واقع افزایش پیدا کرده بر این اقلیت در واقع آیینی در ایران، اقدام کرده به صدور بیانیه و محکوم کردن برخی از اقدامات. اما اونجوری که در آخرین، تقریبا در یکی از آخرین بیانیه هایی که در این زمینه داده شده بود، اشاره مشخصی کرده که من برای شما میخونم که جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان تعصب و خصومت خاصی داره و هدف نظام ایران از محدودیت برای بهائیان از بین بردن جامعه بهائی هستش. دلایل و مستندات شما برای این ادعا چیه؟ دلایلی که جامعه باهایی برای این بیانیه داره این هستش که در حقیقت ریشه این مخالفت ها و اذیت آزار ها تعصب هست به دیانت باهایی و اینکه جامعه باهایی این آزادی رو نداشته باشه که این عقیده رو برای خودش انتخاب بکنه و ریشش در حقیقت همون تعصب هست، بعضی وقتا سوء تفاهمات هست و بعضی عواملی هستند که در دولت ایران، بعضی اقشار و عوامل در دولت ایران، اونها متاسفانه برای حفظ قدرت و یا اینکه فکر میکنند ایدئولوژی باهایی سازگاری نداره با عقاید اونها و شاید بله خودشون فکر میکنن که باعث سستی مذهب میشه و نفوذشون رو در بر روی عامه مردم از دست میدن، این اذیت آزار رو بر جامعه باهایی وارد میکنن. اشاره کردید که به اقلیت متعصبی که اجازه در واقع نگذاشتن فشار بر روی بهائیان رو نمیدن و این اقلیت متعصب دائما با فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان سعی در آزار و اذیت و ایجاد محدودیت و تبعیض‌های بسیاری برای این اقلیت میشن. به نظر شما آیا این اقلیت رو میشه به کل حکومت و جامعه ایران تعمیم داد و گفت بر این اساس حکومت ایران در پی از بین بردن جامعه ایرانی هست؟ به نظر شما این لفظ تند نیست؟ نه، برای اینکه اگر در ادامه صحبتم من میخواستم این مسئله رو مطرح بکنم، چون مدارکی از دولت ایران به دست اومده که بعداً این بخشنامه های مخفیانه بوده در سالهای 2005-2006 که طبق این بخشنامه محرمانه که کتبی بوده دستور داده شده به نیروهای انتظامی که اولا که
ختمش و تحریزیشون این بوده که باید پیشرفت و توسعه این جامعه رو مسدود کرد، یعنی اینو لفظاً و کتباً ابلاغ شده به مراکز دولتی. برای همین ما میدونیم که دولت جمهوری اسلامی این طرح رو داره، این مدارک در دست جوامع بین المللی هستش. بعد مسئله دومی رو که اعلان کردن در یک نامه محرمانه دیگه در سال 2006 این که باید اعضای جامعه باهایی شناسایی بشن، فعالیت‌های اونها در نظر گرفته باشه، وضعیت اقتصادی اونها مشخص بشه و دیدیم که پیامدش در ادامه اون در سال 2008 یاران و رهبران جامعه بهائی دستگیر شدند. برای همین اینها جز تخیلات جامعه بهائی نیست و شما این رو به حق بدونید که اگر جامعه بین‌المللی این مدارک رو به چشم خودش ندیده بود از جامعه بهائی حمایت نمی‌کرد، فقط به صرف اینکه ما این مسائل رو می‌گیم. این اسناد فکر میکنم جامعه امنستی اینترنشنال این رو افشا کرد و اونها نشون دادن به جامعه مدنی بین المللی. در واقع این مدارک و بخشنامه‌های مخفیانه که اشاره میکنید اقدام به انتشار اون از طریق سازمان‌های بین المللی انجام شده، آیا انتشارش کمکی به توقف فشارها کرده؟ حتما، برای اینکه باز این یک نشان دهنده این هستش که دولت ایران در خفا نمیتونه که این جامعه رو براش یه برنامه تحریزی بکنه و اونها رو از بین ببره. پس حتما میدونه که جامعه بین المللی چشمش به ایران هست و اگر بخواد یه سرکوبی عمومی بکنه و یا تا یه حدی پاشو فراتر بذاره جامعه بین المللی به شدت بهش اعتراض میکنن. آیا سازمان های بین المللی و سازمان عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری دخیل در این مسئله، آیا سازوکاری درشون اندیشیده شده که مبارزه کنن با این مسئله یا اینکه جمهوری اسلامی رو متوقف کنن از این روند؟ به هر حال محدودیت هایی هست تا یه حدی جوامعی که بین المللی جوامع خارجی میتونن در حد و حقوق یک کشوری مداخله بکنن، اونها هم دستشون باز نیست، کاری نمیتونن بکنن، فقط همینقدر که نشون بدن که این آگاهی هست و اونها جامعه بین المللی صرفا برای اینکه دنبال رو و پایبند حقوق انسانی و حقوق بشری هست از جامعه بهائی حمایت میکنه. پرسش دیگر من در خصوص کلن جامعه بهائی در ایران هست، آیا آمار دقیقی وجود داره که چه تعداد بهائی در ایران زندگی میکنن، چه تعدادی مهاجرت کردن در اثر این فشار و چه تعدادی تحت شکنجه بازداشت و یا حبس قرار دارن؟ شما حتما اطلاع دارید که جامعه بهائی ایران بزرگترین اقلیت مذهبی و اقلیت عقیدتی دینی هرچی بخواید اون رو حساب بکنید هست. در قبل از انقلاب اسلامی ایران همین روال بوده و هنوزم هست. بالا آمار دقیقی در دست نیست، شاید بین 300 هزار 700 هزار بهائی ممکنه در ایران باشه، میدونید که به دست آوردن این آمار بسیار سخته، ولی از بعد انقلاب اسلامی 200 بهائی رو اعدام کردند یا به قتل رسوندن، هزاران هزار بهائی همینجور بازداشت شدند یا آزاد شدند، الان حدود 110-111 بهائی در زندان هستند، تمام در مشاغل دولتی استخدام نمیشن، براشون سختگیری‌هایی هست، جواز کار اگه میخوان برایشون بسیار مشکل هست، از حق تحصیل محروم هستند. اینها هزاران بهائی، جوانهای بهائی ایران هستند که از این حق محروم هستند. خانه هاشون رو به آتش کشیدن، اینها تمام این مدارک هست، قبرستان هاشون رو خراب کردن و همینطور هنوز این مسائل ادامه داره. در دوره آقای احمدی نژاد فشار بر اقلیت های مذهبی و به خصوص بهائیان خیلی شدت گرفت و الان بعد از دوره آقای احمدی نژاد در دوره آقای حسن روحانی، آقای حسن روحانی که از شعارهای انتخاباتیشون در واقع توجه به اقلیت‌ها و مشارکت اونها برای مسائل کلان اجتماع جامعه بود که مطرح کردن و گفتن که استراتژی دولت جدید بر در واقع مشارکت تمامی ایرانیان با هر قوم و مذهب و اقلیتی هستش. به نظر شما آیا وضعیت اقلیت‌های بهائی در ایران در دوره آقای روحانی تغییر کرده و یا شما چشم‌انداز مثبتی رو می‌بینید در این 3 ماه گذشته؟
بله، در اول به کار آمدن آقای روحانی این امید بود به خاطر صحبتهایی که کرده بودن، شعارهای در زمان انتخابات نامزدیشون داده بودن، ولی متاسفانه یک اتفاقاتی در برای جامعه بهائی ایران افتاده که ما هیچ امیدی نداریم. یعنی من حتی میتونم از طرف جامعه بهائی بگم که این احساس میشه که نه تنها موقعیت جامعه بهائیان ایران بهتر نشده، بدتر هم شده. یکی از شهروندان رو، آقای رضوانی رو، به قتل رسوندن. ما هنوز نمیدونیم که ایشون، اشخاص که این گناه رو مرتکب شدن، آیا به مجازات خواهند رسید؟ سلسله مراتب حقوقیش چی هست؟ آیا اصلا اینها دستگیر خواهند شد یا نه؟ ماه گذشته در شهر آباده تعدادی از باهایان رو صدا کردند برای بازجویی. این اشخاص تهدید شده بودند به اینکه ما شما رو چاقو خواهیم زد. مامورین دولتی به این باهائیان میگن که ما نمیتونیم از شما محافظت بکنیم، بهتره که از اینجا برید. آقا این سوال پیش میاد که وقتی که آقای روحانی حرف از برابری و حقوق شهروندی میزنن، چرا یک دولتی نباید بتونه از شهروندانش حمایت بکنه و به اونها فشار بیاره که خون زندگیشون رو ول کنن برن؟ تمام این اتفاقات در این چند ماه گذشته افتاده و خب اگر بخوایم بر این اساس قضاوت بکنیم، وضعیت بهائیان بدتر هم شده که بهتر نشده. پس در واقع چشمانداز رو بسیار منفی می‌بینید. چشمانداز رو ما همیشه امید این رو داریم، برای اینکه شهروندانی هستند، شهروندان عزیز مسلمان در ایران هستند که دیگه این دروغ‌ها و مسائلی رو که دولت ایران بر ضد بهائیان مطرح می‌کنه باور نمی‌کنن و در نهایت محبت و همدردی به جامعه بهائی قوت قلب میدن. برای همین در حال این امیدواری رو ما داریم. بسیار خوب. بسیاری از نهادهای حقوق بشری در دنیا و از جمله بعضی از پارلمان کشورهای غربی، من جمله پارلمان بریتانیا و کنگره آمریکا، نسبت به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران بارها و بارها هشدار دادند. اقدامات حکومت ایران را نسبت به اقلیت‌ها محکوم کردند. اقدامات جوامع بین المللی حقوق بشری و پارلمان های کشورهای مختلف رو در به عنوان اهرم فشار بر حکومت ایران تا چند اندازه مثبت ارزیابی میکنه؟ تنها اهرامی که ما داریم در حقیقت همین فشارهای جامعه بین المللی هست، برای اینکه بهائیان ایران و فکر میکنم بقیه اقلیت‌های مذهبی خیال ستیزجویی با دولت ایران رو ندارن. برای همین ما ابزاری نداریم که بتونیم مقابله بکنیم در مقابل این خشونت‌ها و اذیت و آزارها. برای همین تنها امید ما به اقدامات جامعه جهانی و فشارهایی هست که اونها بر دولت ایران میارن. و همونطور که اشاره کردم، اینها اثر مثبت داره. دولت ایران شاید بخواد این تصویر رو در صحنه جهانی به وجود بیاره که اهمیت قائل نیست برای افکار عمومی جهانی، ولی در هر حال این افکار جهانیان در مورد دولت ایران تأثیر داره و اونها میخوان تا یه حدی نشون بدن که پایبند حقوق بشر هستن. آیا جامعه بین‌المللی بهائیان تونسته به عنوان یک لابی و یک اهرم فشار بر جوامع و پارلمان‌های کشورهای اروپایی و غربی و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری تاثیرگذار باشه و بتونه لابی‌گری کنه به نفع بهائیان؟ بله، دقیقاً. جامعه بهائیان در خارج از کشور از یه اعتبار به خصوصی برخوردار هستند. تمام جوامع بهائی یا بهائیانی که در سرتاسر دنیا زندگی میکنن، به عنوان یک عاملی که هدفشون خدمت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن هستن شناخته شدن. برای همین در مقابله وقتی که به اعضای پارلمان رجوع میکنیم، ما اونها خدمات جوامع بهائی رو در همون شهر منطقه خودشون آشنایی دارن، خیلی استقبال میکنن از خدمات جامعه بهائی برای به وجود آوردن اتفاق بین مذاهب در همون منطقه خودشون. برای همین این
تصور از جامعه باهایی و اشخاصی که به اینها رجوع میکنه در حال یک رابطه مثبتی داره و حرف اونها شنیده میشه و بر اثر اون اسنادی که ما ارائه میدیم اونها هم اقدام میکنند. در حال حاضر جامعه بهایی ایران چه سازوکارها و اقدامات یا چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه توی روند نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق اقلیت‌ها در ایران تاثیرگذار باشه؟ به عنوان مثال آیا رسانه مشخصی داره؟ آیا سازمان مشخصی در ایران داره که بتونه این فعالیت‌ها رو پیگیری کنه؟ متاسفانه در ایران اجازه هر گونه تجمع به باهایان محدود یا اصلا اجازه تجمع نمیدن. برای همین یک روش سازمان یافته برای دفاع از خود وجود نداره. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، این به همین دلیله که جامعه جهانی باید اقدامی میکرد، برای اینکه دست باهایان ایران برای دفاع از خودشون بسته است. در واقع ما میدونیم که اقلیت بهایی تنها اقلیتی نیستن که در ایران مورد آزار و اذیت و فشار و شکنجه و محدودیت ها و تبعیض های بسیاری قرار میگیرن. اقلیت های مذهبی دیگر هم وجود دارن که به نوعی به خاطر اعتقاداتشون تحت فشار قرار میگیرن. موضع جامعه بین المللی نسبت به این جامعه بین المللی بهایی نسبت به این اقلیت ها چی است؟ خب البته در وهله اول ما با تمام این جوامع، جوامع مذهبی و قومی و اقلیت‌های دیگه همدردی می‌کنیم، برای اینکه شاید اخیراً این مشکلات خیلی شدت پیدا کرده. برای اونها جامعه باهایی با این مشکلات دست به گریبان بوده، الان مدت بیشتر از 30 سال هست که این مشکلات رو تحمل کرده و برای همین ما درک و می‌دونیم که اونها واقعاً در زیر فشار چی می‌کشن. متاسفانه جرمی که به اقلیت‌های مذهبی به خصوص مسیحیان زده میشه یه مسئله مبهمیه که در این مورد در گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، بهش اشاره شد. خب ما تمام این مسائل رو میدونیم و با اونها همدردی میکنیم. در خارج از کشور با سازمان‌های مسیحی، حتی در انگلیس، با اونها مشارکت داریم، دور هم میشینیم ببینیم که چه راههایی هست، چه کاری میتونیم بکنیم در صحنه بین المللی که کمک بکنه برای اینکه حق و حقوق شهروندی مسیحیان یا بقیه اقلیت‌های عقیدتی، اهل سنت، اقلیت‌های قومی بشه برقرار بشه. پرسش بعدی من در مورد اتفاقا همین گزارش آقای احمد شهید هست که معمولا در گزارش های آقای احمد شهید به نقض حقوق اقلیت ها و اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره میشه. جامعه بین المللی بهائیان آیا گزارش جامعه به آقای احمد شهید میده یا اطلاعات در اختیار آقای احمد شهید قرار میده که آقای احمد شهید بر اساس اون گزارش نهاییشون رو تکمیل کنه؟ گزارش در چه مورد؟ در مورد جامعه بهائی یا در مورد جوامع دیگه؟ پرسش من در مورد کل اقلیت‌های مذهبی در ایران هست. حالا به طور مشخص شما میتونید در مورد جامعه بهائیان صحبت کنید؟ بله، همطور که اشاره شد در بر اثر تحقیق تمام این پرونده ها و اسنادی که حاکی از مبارزه جمهوری اسلامی ایران با باهایان هست، اینها این گزارش ها تهیه شده و طبیعتاً به آقای احمد شهید و بقیه جوامع مدنی و حقوقی داده شده و بر اساس اون گزارششون رو می‌نویسن، بر اساس اون و تحقیقات مستقلشون این گزارش رو تهیه کردن. بله، یکی از انتقادهایی که به جامعه بهائیان به خصوص سازمان مطبوع شما به عنوان جامعه بین‌المللی بهائیان میشه این هستش که اگر که اقلیت‌های آیینی مثل بهائیان در ایران مورد آزار و اذیت و شکنجه، تحقیر، تبعیض قرار میگیرن، جامعه بین‌المللی بهائیان فوراً واکنش نشون میده، از رسانه‌ها میخواد که واکنش نشون میدن، این اقدام رو محکوم کنن. اگر این اتفاق برای یک اقلیت قومی یا مذهبی دیگر بیفته، معمولاً جامعه بین‌المللی بهائیان ساکت هست و هیچ گونه بیانیه صادر نمی‌کنه و استناد شما این هستش که جامعه بین‌المللی، این آیین اجازه فعالیت سیاسی به شما داده نمیشه. این انتقاد رو تا چه اندازه وارد میتونید و پاسختون به این انتقاد چیه؟ من فکر میکنم این پرسش بسیار مناسبیه. من خوشحالم که شما این مسئله رو مطرح کردید. ببینید، این رو ما باید، من چند
جواب دارم برای این سوال شما. اولا باید در نظر بگیرید که من اشاره کردم که تمام مدارکی که جامعه باهائی به سازمان ملل متحد برای مثال میده در اثر تحقیق هست که بدونن که دقیقاً اون خانواده‌ای که بهش ظلم شده شرایطش چی بوده، یعنی کاملاً این بر روی این مسئله اصرار دارن که تمام اطلاعات بر اساس حقیقت باشه، حتی اگر چیزی رو بهش شک دارن به اون مسئله اشاره نمی کنن. من شده در خیلی موارد دوستان هستن که باشون همکاری داریم، مثلا به من میگن که شما در مورد شکنجه باهایان صحبت بکنید، فقط مواردی که میگن ما میدونیم به این شخص شکنجه شده، من میگم متاسفانه تحقیقات ما هنوز اجازه نداده که این مدارک رو ما به شما اطلاع بدیم، بر همین اساسی نداره. خب شما ببینید این محدودیت هست، ما وقتی که جامعه باهایی با توانایی که داره میخواد اسنادی رو که تحویل میده صادقانه باشه و بر اساس حقیقت باشه، ما چه توانایی داریم که این اسناد رو در مورد تمام این نقض حقوق بشر در مورد اشخاص دیگه جمع‌آوری بکنیم؟ ما توانایی اون رو نداریم. این مسئله اول هست. مسئله دوم این هستش که شما خودتون به عنوان یک خبرنگار اگر یادتون باشه تا چند سال پیش در جراید، در مطبوعات و رسانه‌های خارجی با باهایان اونجوری صحبتی نمی‌کردن. این یک پدیده جدید هست که باهایان رو یعنی به این مسئله نقض حقوق بشر باهایان بهش اشاره میشه. دلیلش این هستش که دیانت باهایی و باهایان در حقیقت تا یه حدی تابو بود، یعنی اینکه میدونید اونجور آزادی و این همبستگی و یگانگی وجود نداشت. این از طرف جامعه باهایی نبود، از طرف جوامع دیگه بود، تقصیر اونها نیست، به علت افترا و دروغ‌هایی که دولت ایران انتشار داده بود راجع به جامعه باهایی همیشه این سوال‌ها بود. پس ببینید اگر که جامعه باهایی در اون شرایط و حتی در حال حاضر بخواد بیاد از جوامع دیگه حمایت بکنه، شما فکر میکنید اصلا شاید اون جوامع نخوان که جامعه باهایی از اونها این حمایت رو بکنه؟ بعدم در هر کسی، در تمام مخالفین دولت، به محض اینکه اینها اعتراضی بکنن یا بخوان حرفی بزنن، به اونها یک برچسب باهایی بودن میزنن و بدتر اونها رو مورد ظلم قرار میدن. خب حالا اگه جامعه باهایی بخواد از یک گروهی هم دفاع بکنه، میگن اینها وابسته به جامعه باهایی هستند، وابسته به صهیونیست هستند، بدتر باعث اذیت و آزار این جامعه میشه. تا حدی این مسائل نبوده، ولی شما یکی از بیانیه‌های جامعه باهایی رو در مورد پاستور نادرخانی اگر مطالعه کرده باشید، در اونجا ما می‌دونستیم برای جامعه مسیحیت هیچ مشکلی پیش نمیاد اگر که ما دفاع بکنیم. وقتی ایشون در زندان بودن، جامعه باهایی یک قطعنامه صادر کردن و از دفاع از ایشون خواستار شدن که ایشون رو آزاد بکنن. پس تا اونجایی که بشه و خطری نداشته باشه برای بقیه، جامعه باهایی همکاری می‌کنه و حاضر هستش که صداشم بلند بکنه. اشاره کردید به اینکه اول که باید اسناد و مستندات متقن و محکمی وجود داشته باشه تا جامعه بهایی وارد این قضیه بشه و اعلام موضع کنه، و دوم اینکه شاید اون عده نخوان که اینا ازشون ساپورت کنن. ولی مسئله اینجاست که در مورد اول بعضی وقتا اونقدر فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران زیاد هست. ما الان می‌بینیم بسیار الان همین الان در زندانی داریم در ایران کسانی مثل فؤاد رضازاده، زندانی عقیدتی اهل سنت، داوود عبداللهی، انور خضری و ابراهیم فیروزی به عنوان اقلیت ارمنی، صدا آقاسر و بسیاری دیگه که نامشون در این برنامه گنجونده نمیشه. اینا اینقدر رسانه‌ای میشن که احتیاج به دلایل و مستندات متقن و محکمی نیست که نیاز باشه برای موضع‌گیری حالا جامعه بین‌المللی بهائیان شما یک مستند خاص رو طلب کنید. و از اون گذشته در مورد استدلالی که گفتین شاید این عده نخوان که جامعه بهائی ازشون دفاع بشه، بحث اینه که بحث حقوق بشر یک واقعا واژه جهان شمول، یک مقوله جهان شمول مختص به آیین و مذهب و عقیده خاصی نیست. وقتی که واقعا یک انسان به عنوان یک انسان ماهیتش زیر سوال میره، هویتش زیر سوال میره و به خاطر اعتقاداتش مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیره، بحث دیگه مذهب و دین و آیین نیست، بحث این که یک انسان با یک تفکر خاصه. شما در مورد این چه پاسخی دارید؟ دقیقاً من با شما موافقم که بحث عقیده و دین نیست. مشکل سر این نیست
مسئله سر این نیست، مسئله سر موضع دولت جمهوری اسلامی ایران هست که اگر ما صدایمون رو بلند بکنیم، شما اگه به شواهد تاریخی نگاه بکنید، به انقلابات ایران اگر نگاه بکنید، به محض اینکه یک گروه روشنگر بخوان اقداماتی بکنن برای پیشرفت ایران و باهایان در اون مداخله داشته باشند، به اون مسئله یک برچسب میزنن، میگن اینها باهایی هستند، با جاسوس صهیونیست هستند و از اون جلوگیری میکنن. مسئله این نیستش که برای ما فرقی نمیکنه که حمایت بکنی، مسئله سر رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران و بهانه دادن دست جمهوری اسلامی که بیشتر باعث اذیت و آزار این اشخاص بشه. ولی بحث اینه که تمرکز شما نباید بر، به نظر من نباید بر اقلیتی باشه که به قول خودتون متعصب هستن. تمرکز باید بر روی روشنگری، بر افکار عمومی بین المللی، افکار عمومی جامعه ایران باشه و نباید به خاطر صرف عقیده یک عده‌ای که فکر میکنن اگر که بهائیان از اینا اعلام حمایت بکنن ممکنه برچسب بهائیت بودن به اون اقلیت بخوره، شما از حمایت بر گروه‌های دیگه در واقع انصراف بدین و چشمتون رو بر بقیه نقض حقوق بشر در مورد بقیه سایر اقلیت‌های مذهبی ببندید. این انتقاد رو چقدر وارد شما این مسئله هم درست هست. شما اگر با گروه‌های دیگه صحبت بکنید می‌بینید که جامعه بهائی، اول من این مسئله رو بگم، حمایت کردن روش‌های مختلف داره. روش جامعه بهائی اگر شما با این گروه ها صحبت بکنید میبینید که در سطح بین المللی جامعه بهائی کمک های بسیاری کرده برای نشون دادن مثلا مکانیزم هایی که در سازمان ملل متحد هست. اشخاصی هستن که اصلا به این مکانیزم ها آشنایی ندارن، ولی جامعه بهائی و در سطح بین المللی خود اونها گویای این هستند، خودشون به من گفتن که ما از جامعه بین المللی باهایی برای راهنمایی، برای استفاده از این ابزارهای بین المللی برای گرفتن حقمون تشکر میکنیم. این یک مسئله دیگه. بعد جامعه باهایی، شما فکر میکنید که باهایان ایران این زجر رو، تحمل رو در این مدت 30 ساله برای چی دارن تحمل میکنن؟ فقط این نیستش که اونها یک آرمانهایی دارن و میخوان به طور متعصبانه به عقایدشون بچسبن. آرمان‌های باهایی این مسئله رو عنوان می‌کنه که حق و حقوق بشری باید رابطه به جنسیت، قومیت نداشته باشه. همه جامعه باهایی در ایران این هستش که این آرمان‌ها رو ترویج بده و به طور کلی در این راجع به این مسائل صحبت می‌کنه. با اشاره به محدودیت‌هایی که من راجع به صحبت کردم، شما ولی در نظر باید بگیرید که این اشخاصی که در زندان ها هستن، اونها به خاطر این هستن که این آرمان های حقوق بشری رو داشتن ترویج می دادن. فقط مسئله اصول به خصوص یا نظریاتی که در جامعه باهایی هست نیستش. خب اینها راه های دیگه هست برای حمایت دیگه از جوامع مختلف و جوامع مذهبی، اعتقادی، قومی کشور ایران. با سپاس از شما برای شرکت در این برنامه عذرخواهی میکنم. خیلی مشکرم که در این برنامه شرکت کردیم. سپاسگزارم. از شما هم ممنونیم که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. این برنامه رو میتوانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق میتوانید نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.